این کشفیات در اهرام مصر دانشمندان را هم ترسانده است. اهرام فوق‌العاده بزرگ، تابوت‌های باور نکردنی و حتی هیروگلیف‌های مرموز و غیر قابل توضیح مصر باستان واقعاً یکی از جالب‌ترین و هیجان‌انگیزترین دوره‌ها در کل تاریخ بشر بوده است. هنوز ناشناخته‌ها و مجهولات زیادی در مورد این دوره تاریخی فراموش شده به یادگار مانده است. محققان بارها و بارها یادگارهایی از دوران تاریخی فرعون کشف کردند و درباره نوع سلطنت و حکمرانی سلسله های موجود در آن زمان اطلاعات زیادی را به دست آورده و به تاریخ افزودند. این اطلاعات به ما کمک می کند که تصویر دقیق و با جزئیات کامل از آنچه در آن دوره باستانی اتفاق افتاده را ترسیم کنیم. ما به اسناد و یادگارهای تاریخی بیشمار از این لحظه ای از تاریخ دست یافته ایم. مورخان و محققان همچنین به کشف رازها و اسرار بیشتر درباره مصر باستان ادامه می دهند، بیشتر از آن چیزی که در تصور ما حتی بگنجد. امروزه ما یافته‌های باور نکردنی را در نمایش عموم گذاشته ایم که حتی محققان را مات و مبهوت کرده است. بسیاری از این یادگارها حتی غیر قابل توضیح و مرموز هستند و نمی شود درباره آنها توضیح بیشتری داد و همچنین مرموز و اسرارآمیز باقی خواهد ماند. ما در ادامه ویدیو می خواهیم تعدادی از یافته های باور نکردنی و شگفت انگیز را که حتی دانشمندان را هم مات و مبهوت کرده بررسی کنیم و حتی ممکن است شما را هم بترساند. پس آماده باشید. مایه مرموز در یک تابوت. همه ما بر سر این موضوع توافق نظر داریم که یافته های باستان شناسی مصر قدیم واقعا بسیار قابل توجه و غافلگیر کننده است. اگرچه برخی از مهمترین و جالبترین کشفیات مربوط به یک تابوت سنگی است که در خرابه های اهرام مصر باستان پیدا شد. این سنگ قبرها ما را بران وامی دارد که فرهنگ مردم این کشور را بیشتر بررسی کنیم. این سنگ قبرها آداب خاک سپاری و عقیده آنها در مورد زندگی پس از مرگ در آن زمان را به ما نشان می دهد. یکی از تابوت‌های باستانی نبش قبر شد. محققان امیدوار بودند که این تابوت با آنها کمک کند که به این نبش قبر بتوانند به ناگفته‌های بسیاری در مورد فرهنگ و آداب خاک سپاری آن زمان دست یابند. اگرچه برخی محققان امیدوار هستند که بتوانند از دوران این تابوت‌ها به جسد مفقود شده الکساندر نیز دست پیدا کند، آنها به محض اینکه چیزی در داخل این تابوت‌ها کشف کنند اطلاع می‌دهند. آنها یک چیز وحشتناک کشف کردند که برخلاف انتظار آنها بودند. آنها به داخل تابوت نگاه کردند و فهمیدند که در درون این تابوت 3 نفر بودند که بدون فاصله و در کنار یک دیگر دفن شده بودند و یک اتاقی کوچک بالای این تابوت قرار دارد. تابوت به خوبی مهرموم نشده و برخی مهرموم ها نیز پس از هزاران سال پوسیده شده بود. آنها به این نکته پی بردن که به علت آن که داخل تابوت از ماده مایع مرموز پر شده است که کسی چیزی در آنها نمی داند. برخی محققان گمان می کنند که این مایع های قرمز درونی تابوت از عمد در درون تابوت ریخته شده بود، اما کسی مطمئن نیست که آیا این گفته ها صحت دارد یا نه. این مایع به طرز باور نکردنی بد بوست. اگرچه برخی افراد محلی خواستند که نمونه ای از این مایع را بر حسب علاقه شخصشان بردارن، اما محققان با آنها اجازه چنین کاری را ندادن و پس از مدتی اندک فهمیدن که درون این تابوت از روی عمد با این مایع بدبو پر نشده است. در واقع آنها فهمیدند که این مایع در واقع فاضلاب بوده که در پی سالیان متمادی به داخل این تابوت نشست کرده است. متخصصان هرگز نخواهند توانست که بفهمند چه کسی در زیر این تابوت دفن شده، اما آنها معتقدند که آن استخوان‌ها متعلق به یک جنگجو بوده است. آنها یک زخم بر روی جمجمه پیدا کردند که بر اثر اصابت نیزه بوده. لامپ‌های شفاف دندورا.
همه ای ما می توانیم بفهمیم که مصریان باستان وسیله‌ای برای نوشتن نداشتند، چون بسیاری از اطلاعات موجود درباره فرهنگ و زندگی روزمره مردمان مصر قدیم این گونه بوده که بیشتر وقت گذرانی و خوشگذرانی می کردن. اگرچه به نظر می رسد که مصریان قدیم قدرت داشته و هر کاری که دلشان می خواسته انجام می داده تا اطمینان حاصل کنند که دوره تاریخی آنها برای همیشه در دل تاریخ ثبت خواهد شد. به این منظور آنها یک سیستم پیچیده نوشتاری به وجود آوردن که در آن تصاویری از مسائل رایج در آن زمان ترسیم کنند، مانند پرندگان و یا حیوان دیگری که تاریخ آنها را بتواند مستند کند. سبک نوشتن مصریان آن زمان هروکلف بوده است. ما یک راه طولانی را آماده ایم تا بفهمیم که این سیستم نوشتن مصری ها چگونه بوده و چه کاربردی داشته و داستان آنها را برای شما بازگو کنیم. اگرچه یک از جالبترین داستانها در مورد خط هروکلف این است که به نظر می رسد که یک نسخه باستانی از یک لامپ شفاف که هنوز معمای آن حل نشده باقی مانده است. مشکلاتی که در تصاویر این چنینی وجود دارد این است که تا آنجایی که ما می دانیم مصریان هیچ مسیر منطقی برای ایجاد نسخه های اولیه از لامپ امروزی مدرن نداشتند. به هر حال از روی این تصویر و کندکاری ها به جزئیات کاملی در مورد تجسم یک لامپ مدرن و امروزی می رسیم. این باعث شده تا برخی افراد اعتقادشان بر این باشد که آنها طور دیگر زندگی می کردن و به فناوری های مدرن دسترسی داشتن. این تئوری ها از روی نقشه و اسناد تاریخی بیشتر بیان شده است و صحبت از خدایان و الهه ها می شده که با انسان های آن زمان درآمیخته بودند. تا آنجایی که می دانیم هیچ شواهد قطعی در این مورد وجود ندارد و به نظر می رسد که این داستان ها شایعه بیش نیست. معبدی که این کندکاری ها در آنجا کشف شده هیچ شواهدی مبنی بر وجود دوده بر روی دیوار و یا سقف را نشان نمی دهد. این به آن معناست که در این مکان از مشعل استفاده نمی شده و یا خیلی از آن استفاده نمی کردند. اگر این طور باشد، مردمان قدیم مصر از این مکان چگونه می توانستن اتاقهای اطراف آن مکان را مشاهده کنند، مگر این که آنها نیز به نوعی از لامپ امروزی استفاده کرده باشند؟ همه این نقشه ها یک موضوع روزمره را به تصویر کشیدند که در زمان مصر باستان بسیار رایج بوده و احتمالاً در دل تاریخ گم شده و ممکن است شباهت کمتری به لامپ های امروزی داشته باشند، به جای اینکه یک منبع نوری برای مصریان قدیم بوده باشد. خوشبختانه با گذر زمان ما اسرار و رازهای زیادی را از این نقشه موفق به بیرون کشیدن آن می شویم و اینکه آنها چگونه پیشگویی های واقعی داشتن. هرچند در حال حاضر نمیتواند به ما کمک کند، اما شگفت‌انگیز است که اگر مصریان قدیم به برخی نسخه های قدیمی از لامپ های مدرن امروزی دست داشتند. اما آنچه این کشفیات را حتی جالبتر نیز میسازد این است که محققان در سالهای اخیر پی بردند که اهرام مصر به احتمال زیاد قادر به مهار انرژی های الکترومغناطیسی بوده است. گفته می شود که شکل ظاهری این اهرام به گونه‌ای بوده که می توانسته نیروهای خاص طبیعت را مهار کند و این امکان را به مصریان باستان می داده که حتی در آن زمان به قدرت‌های خاص دسترسی داشته باشند. ما نمی توانیم به این نظریه مخالفت کنیم که سازمان‌های تحقیقاتی روسی شروع به بازسازی‌های مدل‌های از اهرام کردند. آنها در تحقیقاتشان پی بردن که بله، شکل این اهرام به گونه‌ای ساخته شده که قادر به بازگرداندن امواج الکترومغناطیسی است و به طور بالقوه به مصریان این امکان را می‌داده که چنین انرژی‌هایی را مهار کنند. چه مردمان آن زمان قادر به استفاده از انرژی برای ایجاد اشیای الکتریکی مانند لامپ‌های حبابی بوده باشند و یا نبوده باشند می‌تواند یک داستان کاملا متفاوت از مصریان باستان باشد، اما فکر کردن در مورد چنین چیزهایی میتواند بسیار جالب باشد. هراکلیون، تحقیق و کاوش اهرامی مانند هرم بزرگ جیزه نسبت به تمام چیزهایی که از این هرم کشف شده آسان تر به نظر میرسد. بله، واقعیت دارد. مکانهای پر از رمز و راز درون این هرم وجود دارد که تاکنون هیچ یک از انسانها نتوانستند با آن پی ببرند. اما به این معنا نیست که تکنولوژی به ما کمک نکرده تا به اسرار عجیب و غریبی درون این اتاقک های فراموش شده هرم پی ببریم. اگر
تحقیقات و پیمایش در مورد شهرهای مانند هراکلون و کانوپاس کامل شده که ثابت شده به دست آوردن رازهای مرموز این دو شهر بسیار مشکل تر است. این دو شهر از مهمترین شهرهای مصر از نظر تجارت کالا بوده است، هرچند با گذر زمان این دو شهر ویران و چند تکه شده و زیر آب مدفون شدند. عتیقه ها و دستسازهای عجیب و غریبی در این شهرها وجود داشته که به خوبی هم از آنها محافظت شده و هنوز هم هستند و همچنین عتیقه هایی از این دو شهر کشف شده که ما را آگاه میکند که مردمان قدیم مصر چگونه زندگی میکردند. به عنوان مثال یک گروهی از غواصان با تجربه به اسناد و مدارک باقی مانده ای از یک معبد عجیب و غریب دست یافتند که در زیر سطح عمیق دریا واقع شده بود. آنها درون این معبد چندین عتیقه سرامیکی و سکه برنزی پیدا کردند. در زمان مصر قدیم این سکه ها بسیار با ارزش بودند، اگرچه اکنون بیشتر به این خاطر ارزشمندند که باستان شناسان از روی اطلاعات درج شده بر روی این سکه ها چیزهای زیادی کشف کردند. آنها فهمیدند که این شهر بسیار بزرگتر از آن چیزی بوده که تصور می‌کردند. آنها همانطور که به تحقیقات خود ادامه می‌دادند در پی کشف عتیقه‌های بیشتر بودند که اثبات کند این شهر بسیار بزرگتر از آن چیزی بودند که پدیدار شده. آنها همچنین بر روی شاهدانه‌های موجود در این شهر تحقیق کردند و فهمیدند که این شهر بزرگتر از آن چیزی بوده که ظاهر شده. آنها همچنین تعدادی سکه با ارزش پیدا کردند که نشان می‌داد اوضاع مالی مردمیان زمان به طرز حیرت انگیز و شوکه کننده خوب بوده است. شهر گمشده آتون. اگر 3400 سال به عقب برگردیم قادر به دیدن شهر باستانی آتون هستیم. این شهر در حدود 5 کیلومتری شهر لاکسور قرار گرفته است. این شهر بعد از مصر خدای خورشید نام گرفت. برای سالهای متمادی اعتقاد بر این بود که این شهر در برابر زمان بازنده بوده است، اگرچه در سال 2020 باستان شناسان اقدام به بازسازی و ترمیم این خرابه ها کردند تا ما بتوانیم نگاهی دقیق تری به نحوه زندگی مردمان آن زمان آتون داشته باشیم و احتمالاً برخی معماهای مربوط به مصر باستان را بتوانیم حل کنیم. ما اطلاعات خاصی درباره این شهر نداریم، اما میتوانیم بر این باور باشیم که احتمالاً این شهر در زمان خود یک کلان شهر به حساب می آمده و این شهر طلایه‌دار فرهنگ مصر باستان بوده است و شهری بوده که در آن تجارت و داد و ستودهای زیادی انجام می شده است. جستجوها و کاوش‌ها در اطراف این شهر موارد زیادی از فرهنگ مردمان مصر باستان را برای ما روشن می‌کند، اما این کشفیات به جای آن که به سوالات ما پاسخ داده باشد، سوالات بیشتری را برای ما ایجاد کرده است. محققان امیدوارند همانطوری که به کشفیات جدیدشان ادامه می‌دهند، اطلاعات بیشتری در مورد این شهر نسبت دست آورند. آنها ممکن است به کشفیات بیشتری در مورد قوانین مصر باستان پی ببرند. به عنوان مثال ما دوست داریم در مورد اخناتون و نفرتتی و تصمیم گیری ها به ظاهر عجیب و غریبشان بیشتر بدانیم. از زمانی که دانستیم شهر آتون نیز مانند مصر معماهای حل نشده زیادی دارد و ممکن است اطلاعات زیادی در مورد شهر آتون وجود داشته باشد که به ما کمک میکند تا بفهمیم در آن زمان واقعا چی اتفاقی افتاده که نهایتا باعث زوال و سقوط این شهر شده است. اتاقک پنهان در هرم جیزه. این اتاقک در سراسر جهان به عنوان یکی از بزرگترین هرم هایی که تاکنون کشف شده. این هرم در بالای زمین قرار دارد و به مدت 4500 سال است که دست نخورده باقی مانده است، اما هنوز اسرار بسیاری درونی آن نهفته که دانشمندان هنوز موفق به کشف آن نشدند. بر اساس آن چی میتوانیم از تاریخچه این هرم کشف کنیم، قبل از آن که ساخت این هرم کامل شود گفته شده که این هرم 146 متر ارتفاع داشته است. این هرم به یادبود فرعون به نام چی یا پس ساخته شده. هرم جیزه 8 متر از ارتفاع اصلیش را بر اثر طوفان و فرسایش طبیعی در مرور زمان از دست داده است. محققان سالها بر روی این بنای تاریخی تحقیق و بررسی کردند. آنها گمان کردند که همه چیز را در مورد این هرم بزرگ کشف کردند، اما در سال 2017 آنها چیزهایی را کشف کردند که باعث شوکه آنها شدند.
آنها سالها در مورد بخش بزرگ از جزئیات در مورد این هرم بزرگ چشم پوشی کرده بودند. دانشمندان دریافتند که بخش بزرگ از این اتاقک مرموز در داخل هرم قرار گرفته است. تخمین زده شده است که این اتاقک از چیزی بالغ بر 3 میلیون سنگ ساخته شده که هر کدام چندین تن وزن داشتند. گفته می شود که این اتاقک در بالای یک گالری بزرگ واقع شده و 3 متر عمق آن است. محققان با استفاده از تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته توانستن پرده از این اسرار این اتاقک مخفی بردارن و به این کشف مهم برسن که سالها پیش قبل از این که دانشمندان به این فناوری برسن که صدها سال پیش مصری‌ها با آن رسیده بودن. متخصصان و دانشمندان با استفاده از فناوری ذرات زیراتومی توانستن از داخل این هرم نقشه برداری کنند. خبر کشفیات جدید در مورد این هرم مرموز به سرعت پخش شد. اگرچه دانشمندان هیچ اطلاعی در این مورد ندارند که کاربر فناوری پیشرفته‌ای که توسط مصری‌های باستان برای ساخت این هرم استفاده شد به چه نحوی بوده. بعد از گذشت دهه‌ها از کشف اسرار این هرم و نواحی اطرافیان، متخصصان و محققان هنوز هیچ نظری در مورد این که چرا این اتاق مخفی در مرکز این هرم بزرگ غیر قابل استفاده به نظر می‌رسند ندارند. شاید با گذر زمان جزئیات بیشتری در مورد این معما روشن شود. اگرچه اکنون این اتاق رازآلود داخل هرم جیزه همچنان یک معمای حل نشده باقی مانده است. مطمئنم که این اطلاعات برای شما جالب است. آیا شما هم به این نظریه باور دارید که مصریان قدیم به الکتریسیته مدرن دسترسی داشتند؟ نظر شما در مورد کشفیات جدید مربوط به اتاقک مخفی جیزا پنهان شده در دل اهرام مصر چیست؟ در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، بدرود.